عرض سلام و درود ادب خدمت همه عزیزانی که نشستن برنامه چای غم‌پهلو رو از شبکه جهانی دریملند توی برنامه گفتگو تماشا میکنن. خدا رو شکر میکنیم که یه بار دیگه این شانس رو داشتیم که با یکی از مهمونهای عزیزمون در خدمتتون باشیم و یه برنامه دیگر رو براتون ضبط بکنیم. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم لازم میدونم اول تشکر بکنم. همه مسیجایی که میزنید، همه پیغامایی که میدین خیلی ما رو کمک میکنه. همه انتقادات سازندتون، حتی اونایی که کمی خورده دلخوری از ما دارن، ممنون که وقت میذارید اینا رو مینویسید برای ما میفرستید. امروز برنامه چای غم پهلو یه جورایی برنامه خودزنیه. ما یه جوری تلویزیون توی تلویزیون داریم. یه مهمون خیلی عزیزی داریم اینجا که یه برنامه رو اجرا میکنن توی تازمنیا. قبل از اینکه من هر توضیح بدم فقط معرفیش میکنم. آقای مبین میرکاظمی هستن که در خدمتشون هستیم. منت گذاشتین سر ما تلویزیون دریملند که تشریف آوردین. بدون هیچ مقدمه شما خودتون رو معرفی کنید و بریم سراغ اصل مطلب. من مبین میرکاظمی هستم. خیلی تشکر میکنم از شما که ما رو دعوت کردین و از آقای میلاد و خانم نوشین که مدیران این تلویزیون هستن و این اولین بار هست که من توی برنامه تلویزیونی به عنوان مهمون هستم، چون برنامه‌های منو خیلی از عزیزان دیدن روی فیسبوک و اینا، ولی این اولین بار هست من به عنوان این مهمون توی برنامه هستم و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. خواهش میکنم، باعث افتخاره. فقط من برنامه شما رو دنبال میکنم، میدونی که توی فیسبوک هم با هم دوست هستم و یه تعاملی داریم. روزی که من به قول من اولین بار برنامه شما رو دیدم، حال هوای برنامه شما خیلی فرهنگی بود و راجع به فرق نمیزه. خودتون یه تاریخچه از این بگین که اولا چی شد که فکر میدیا افتادین؟ بله. چی شد که اصلا تلویزیون چون که فکر میکنم تحصیلات شما برای داروسازی. آره، راستش دفعه اولی که اومدم استرالیا سال 98 بود، برای 3 ماه اومدم اینجا مسافرت و اینا و بعد برگشتم ایران. در اون 3 ماه بود که برای اولین بار برادرم رو دیدم و برادرم رو من تا 11 سالگی ندیده بودم، یعنی تا اون سال که اومدم من نمیدونستم که، یعنی میدونستم برادر رو نه ولی ندیده بودمش. عجب. بعد چون وقتی قبل از اینکه من به دنیا بیام اینا از ایران خارج شده بودن و تا مدت ها ما نتونستیم بیام استرالیا و بعد وقتی منم استرالیا برادرم ازم پرسیدش که میخوای وقتی بزرگ بشی چیکاره بشی؟ من گفتم که در اون زمان که نمیدونستم، که فکر میکردم تلویزیون ها فقط دولتی هستن و نمیدونستم اصلا چیزی به اسم تلویزیون خصوصی هم هست، ولی چون علاقه داشتم به فیلمبرداری و کار سینما و اینجور چیزا گفتم که من اگه مثل خود شما دکترم بشم در آینده، ولی همیشه دوست دارم که در کنار اون کارگردانی سینما رو دنبال کنم و چیزی برم که مربوط به چیز هنری و چیز تلویزیونی و سینما و اینا باشه. بعد یعنی از زمان بچگی این علاقه رو داشتم و بعد زمانی که حدودا تینیجر بودم که برای اولین بار از طریق تلویزیون NITV بود که من فهمیدم که اصلا چیزی به اسم تلویزیون خصوصی هم میتونه باشه. آره، بعد همیشه میگفتم که منم حتما یه زمانی میخوام این کارو بکنم، ولی در اون زمان یه عده این ایده رو به مسخره گرفتن و گفتن که مثلا تو به هر شغلی هم داشته باشی هیچ وقت نخواهی تونست که هزینه سنگین ماهواره رو بدی، چون که مثلا اینقدر گرونه که مثلا حد اکثر میتونی یه گیرنده‌ای بخری که به همه همسایه های دور خونتون بفرستی اینا. ولی ممنون از اینترنت. آره آره، ولی آره شد. بعد خلاصه من در اون زمان اول کارم با اون زمانی که تلویزیون ماهواره‌ای بودن، یک تلویزیون اومده بود از سیدنی، تلویزیون IPTR Iranian Pacific Television and Radio که مال آقای دستیاری و آقای عدیلی بود که اینا مدیران این تلویزیون بودن و خیلی کار قشنگی کرده بودن. از آمریکا NITV رو آورده بودن پخش میکردن و خودشون هم اجرا میکردن. آره بله، و خودشون هم 2-3 ساعت گرفته بودن و اجرا میکردن روی برنامه‌های NITV و منم وقتی با این تلویزیون آشنا شدم تصمیم گرفتم این برنامه ضبط کردم براشون فرستادم و اونا هم پخش کردن، ولی این اولین بار بود که برنامه من رو ماهواره پخش شد. وقتی 18 سالم بود رو ماهواره آپتوس برای استرالیا و نیوزلند و چند کشور شمال استرالیا. و بعد این گذشت و اون تلویزیون متاسفانه بعد از مدتی به خاطر مشکلات مالی و اینا تعطیل شد و اینا، تا اینکه دیگه من این کارو کنار گذاشتم و دیگه دانشگاه رفتم و مشغول درس و بعدش هم در سال 2010 بود که وقتی من یه دوربین دیجیتال خریدم و اینا، چون قبل از اون دوربین من دیجیتال نبود و نمیتونستم که برنامه ها رو به کامپیوتر ارائه بدم، فقط دوربین هوم ویدیو بود و اینا، بعد تصمیم گرفتم که مثل آقای اردشیر احمدی هم که این کارو کرده، تصمیم گرفتم روی فیسبوک شروع کنم و یک صفحه رو باز کردن و اسمشو
گذاشتم ABWN یعنی A Better World Network، چون از همون اول کلیپ هایی که من قبل از این که اصلا خودم بیام جلوی دوربین صحبت کنم، کلیپ هایی که ضبط میکردم خیلی در مورد مسئله فقر هم بود. خواهش میکنم. همیشه به ما این انتقاد میشه که چرا اسم انگلیسی انتخاب کردین، شما بله چرا بله اسم فارسی برای تلویزیون فارسیتون انتخاب نکردین؟ بله بله، چون راستش میخواستم چجوری بگم، راستش دلیل خاصی نداره، ولی شاید اون زمان به خاطر اینکه تو کامپیوترم نمیتونستم فارسی تایپ کنم، چون که دلیل خیلی آره آره آره، ولی دوست داشتم که چیزی باشه که مخصوصا جوانای ایرانی که اینجا بزرگ شدن بهش جذب بشن، چون اگه فقط فارسی اسم فارسی باشه اصلا کسی نمیتونه بخونه چی هست. یه خورده مسمم داشته باشه. آره حداقل الان هم یه اسم انگلیسی داره هم اسم فارسی، به انگلیسی هست A Better World Network. الان تو فیسبوک اگه بزنید میتونید ببینید ABWN A Better World Network استرالیا، و بعد به فارسی هم نوشته تلویزیون دنیای بهتر. و چون هدفش این هستش که دنیا رو یه جای بهتر بکنه، چون به نظرم دنیای الان خیلی اشکالات زیادی داره که باید درست بشه و ما به اون دنیای ایدئال میرسیم. حالا ما در زمانی به دنیا اومدیم که تو دنیا کلی مشکل هست، ولی نسل‌های آینده انشالله این مشکلات رو نخواهند داشت. میدونید آقای میلاد زهره‌بندی جواب اینا که گفتن که چرا اسم انگلیسی انتخاب کردین چی دادن؟ چی دادن؟ گفتن که خیلی به اسم و ایناش کار نداشته باشی، به کانتنتش توجه کنی. درسته بله. چون که ظاهری نباشه به نظر من خیلی درسته. درسته. مهم اینه که نظر شما اینه که اون اسمی که انتخاب کردین بله اون معنا و مفهوم برسونه. حالا چه جوری گفته میشه زبان لاتین بشه عربی بشه زیاد بله بله, بله درست. خیلی هم خوب، اسم قشنگی هم انتخاب کردی. تا حالا نزدیک 3000 نفر فن دارین شما برای تلویزیون، درسته؟ بله 3400 نفر هستن. 3400 نفر ماشاءالله. روزی که شروع کردین اولش چقدر طول کشید که به این 3400 تا برسید؟ راستش اول با 4 بیننده شروع شد. من بودم و پسر داییم و با دوست پسر داییم و این نفر دیگه. اول پولم داده بودین یا خودشون؟ نه نه این 4 نفر خودشون. بعد دیدم که این 4 تا زیاد نمیشه، هرچی میگذره زیاد نمیشه اینا. بعد گفتم چیکار کنم؟ گفتم بزنمش رو فیسبوک حتی همه ببینن بفهمن دربارش، چون دوستایی که من رو فیسبوک دارم خب اکثرا یا ایرانی نیستن یا ایرانی هستن که اینجا بزرگ شدن، زیاد علاقه ندارن به میدیای ایرانی. ولی گفتم که بزنمش روی فیسبوک اد که همه ایرانی ها ببینن، اینکه فقط همین چند نفر دوستای خودم رو فیسبوک باشن. رو اون که گذاشتم بعد همجوری بیننده ها زیادتر شد تا به حد 300 نفر رسید. ولی اون زمان من این کار آن اند آف انجام میدادم، یعنی یه مدت انجام میدادم و انجام نمیدادم و اینا، تا اینکه زمانی که با دوست و همکار خوبم خانم فریدا وقت اومد و با من برنامه اجرا کرد و اینا و یکم این تلویزیون به قول معروف بهتر شد، تصمیم گرفتم که به بیننده های بیشتری برسه و بعد رو فیسبوک اد گذاشتم و ادامه دادم. وقتی میگه تلویزیون بهتر شد یعنی محتواش بهتر شد، شکل اجرا تغییر کرد یا شما خودتون مچور شدین؟ من فکر کنم هم تجربه من یکم زیادتر شده بود و هم فریدا هم که اومد با ایده هایی که اون داشت و با به قول معروف کلن وقتی برنامه دو نفره اجرا میشه خیلی جذابیتش بیشتر توسید. اولین موضوع برنامه چی بود؟ اولین برنامه مون اون عرفه برنامه آزمایشی بود که در مورد تحلیل فوتبال بود که مسابقه کرده بودن با یکی از با پسردائین در آمریکا، ولی اون برنامه آزمایشی بود. ولی برنامه‌ای که رسمی باشه به عنوان اولین برنامه، برنامه‌ای بودش که آقای توفیق حبیبی اجرا کردن که اون زمانی که از دوستان من بودن و در مورد مسئله فقر در آفریقا بود، چون من به این مسئله خیلی اهمیت میدم و این مسئله برام خیلی مهم هست. تصمیم گرفتم برنامه اولمون راجع به مسئله فقر باشه و اینکه عده زیادی متاسفانه گرسنه در دنیا هستن و ما باید یه کاری واقعا براشون انجام بدیم. برای همون موضوع اولش درباره اون بود. خیلی هم خوب. راجع به موضوع حرف زدیم. من داشتم اتفاقا فکر می‌کردم به فلسفه اینکه آدم چرا اصلا، یعنی شما چرا اصلا وارد کار میدیا شدی؟ خب علاقه شخصی آدم هم هست، ولی معلومه که وقتی راجع به فقر صحبت میکنی بله بله. وقتی که فکر میکنی که میگی یاد حتما یه کاری کرد بله بله. انگار که یه هدفی یه فلسفه پشتش هست. ما اینجا وقتی تلویزیون دریملند رو شروع کردیم و مخصوصا برنامه گفتگو رو بله. گفتیم که دلیل میخواد اینجا بیشتر اطلاع رسانی بکنیم. درسته. اگر کسی اطلاع داره راجع به شغلش، راجع به حرفه‌ای بله. که داره توی جامعه کامیونیتی ایرانی تاثیرگذاره بله. کاری انجام میده، به جای اینکه ما بریم مثلا تلاش کنیم کلی تجربه کسب کنیم یا شکست بخوریم تا بیایم اون تجربه رو کسب کنیم، چه بهتره کسی که تو این کار بوده یا قبلا این راهو رفته بشینه اینجا برای مردم اطلاع رسانی کنه که
نه اینکه برای مردم، همیشه این کلمه رو من استفاده می‌کنم. بله. ما قرار نیست اصلا برای کسی نسخه بپیچیم. سعی می‌کنیم که بیایم و به اینا بگیم آقا من این راه رو رفتم اینطور بده، نظر شما چیه؟ حداقل این اطلاع رسانی شه. این فلسفه ما بوده. شما خودت اصلا فلسفت اطلاع رسانی بوده، می‌خواستین دنیا رو تغییر بدین یا چیزی ذهنتون گذشته؟ ببینید من همیشه اعتقاد دارم که میدیا حالا از هر نوعی باشه میتونه ذهن مردم رو خیلی تغییر بده و میدونی که خیلی از حتی تحولات بزرگی در دنیا به وجود اومد به خاطر همین میدیا بود و مخصوصا تلویزیون به نظرم قدرتمندترین نوع رسانه هست. یعنی تأثیری که تلویزیون روی افکار عمومی میتونه داشته باشه از هر نوع، از روزنامه یا کتاب یا هر چیز دیگه که شما بگین خیلی بیشتر و قوی‌تره. چطور اشاره کنید چرا؟ چون که به نظرم اولا خب قبلا رادیو بود، الان که تلویزیون اومده مردم دوست دارن که چیزی رو گوش کنن که تصویر طرف هم میبینن. میدونید مثلا من خودم ترجیح میدم تلویزیون نگاه کنم تا رادیو، یا ترجیح میدم اخبار رو از تلویزیون گوش کنم تا اینکه از روزنامه بخونم. برای همون چون مخاطبین بیشتری تلویزیون داره و چون چیزی هستش خیلی جذاب هست و مثلا در بین ما ایرانی ها اگه یادتون باشه وقتی بچه بودیم مثلا میگفتن که فلان چیز اینه چون در تلویزیون اینو گفتن، یعنی تلویزیون یه اعتباری داشت اون زمان و الان هم خوشبختانه این اعتبار هنوز هست، اگرچه که تلویزیون هایی هم بودن که به قول معروف صحبت هایی گفتن که اشتباه بوده، ولی در کل به نظرم تلویزیون میتونه یه قدرت بزرگ رسانه‌ای داشته باشه. خب شما دنبال قدرت بدین یعنی؟ نه، دنبال این بودم که افکار مردم رو تغییر بدم و بیشتر به حالا در قالب برنامه‌های فرهنگی هم که درست کردم و اینا که بعضی از برنامه‌های ما اصلا در مورد فرق نبوده، یعنی در مورد مسائلی بوده که چیزهای فرهنگی، چیزهای اجتماعی و اینا بوده، ولی در مورد فرق من اینو فهم می‌خواستم وجدان‌های مردم یکم بیدار کنم. خب که به جای اینکه همه پولای همه آدم همه پولاشو برای خودش بخواد خرج کنه یا برای خانواده خودش، یکم هم به فکر این کودکان گرسنه دنیا باشه و هر چند هفته یک بار راجع به این موضوع صحبت کردم. در یکی از برنامه‌ها. بله نه می‌دونم. میگم که یکی از اولین برنامه‌هایم که من شما شنیدم راجع به فرق بود. خب این خیلی نشون میده که شما هم نگران جامعه خودتون هستین، هم نگران جامعه انسانی و اولین کاری هم کردین نه فقط بخاطر اینکه آدم بیاد معروف بشه یا مثلا تو فیسبوک لایک بخوره. این خیلی خوبه. بعد میدونیم که خیلی تلویزیون هستن، مخصوصا ما تلویزیون ایرانی رو دارم میگم. تو بین ما ایرانی ها خیلی صد دستگی وجود داره. اینو قبول دارین؟ راستش شاید قبلا بود، مثلا من تلویزیون های آمریکا رو که نگاه میکردم یه زمانی همشون با هم درگیر بودن و رقابت های ناسالم داشتن اینا، ولی الان جدیدن خیلی خوشحالم که میبینم که با هم دوست شدن و یه جورای روابط بهتری با هم دارن و شاید این هم به خاطر تجربه بوده هم به خاطر اینکه هر چقدر زمان میگذره کلن آدم ها به بلوغ بیشتری میرسن. درسته. کلن افراد برعکس بعضی ها که عقیده دارن که دنیا داره بدتر و بدتر میشه، من میگم که نه، دنیا داره روز به روز بهتر میشه چون فهم بشر، شعور بشر داره بیشتر و بیشتر میشه و خیلی خوشحالم که دیگه الان این رقابت های ناسالم کمتر شده و همه واقعا با هم دوست هستن و میبینیم که اینو در تلویزیون آمریکا حداقل الان داریم میبینیم و منم از همون روز اولی که در مورد تلویزیون دریملند شنیدم، چون به نظرم یه کار خیلی فرهنگی بزرگی بود که برای ما ایرانیان و استرالیا انجام شد، همیشه سعی کردم که از این تلویزیون حمایت کنم و به قول معروف اگر مثلا خبری هست در مورد این تلویزیون رو فیسبوک خودم شیر کنم، رو پیج خودم شیر کنم. همچنین. آره، چون که به نظر من واقعا ما ایرانیان و استرالیا احتیاج داشتیم به یک تلویزیون 24 ساعته و در کل به یک تلویزیون حالا احتیاج داشتیم که باشه و اینا، و چند خوبه که این کار داره ادامه پیدا میکنه. پس ما با هم دعوایی نداریم الان، ها؟ نه رقابت بکنیم حالا یا هم فقط نه رفاقت. خیلی هم خوبه. خیلی بحث گستردهیه، میخوایم بهش برسیم. یه دونه آیتم کوتاه ببینیم در خدمتتون هستم. مرسی. خوش اومدید به برنامه خودتون. همچنان در خدمت مبین عزیز هستیم. راجع به تلویزیون ایشون صحبت کردیم، یه خورده راجع به تلویزیون دریملند، راجع به اهدافشون، راجع به فلسفه تلویزیون، راجع به تأثیر و کاربردشون. آقا مبین، شما خودت چیزی دلت میخواد بهش اضافه کنی قبل از اینکه وارد اصل موضوع بشیم راجع به میدیا؟ راستش نه، ولی همونجور که خدمتتون عرض کردم به نظر من یک میدیا میتونه یک هدفی رو دنبال بکنه که برای جامعه مفید باشه. یعنی من راستش برای
با میدیاهایی که فقط هدفشون اینترتینمنت و سرگرم کردن مردم هست درسته. یه ذره موافق نیستم و به نظرم هر میدیایی باید یک هدف یا چند هدف رو دنبال کنه و مثلا حالا اون هدف میتونه در زمینه حقوق بشر باشه، میتونه درسته. در زمینه فقر باشه، میتونه در هر زمینه باشه که خلاصه به درد یه نفر رسیده باشه. حالا من یه سوال بخوام، اینجوری نیستش که ما میخوام دلم میخواد به همه آرا و عقیده ها احترام بذاریم؟ بعضی میگه آقا مثلا من به من نمیخوام مثلا فکر کنم که بچهای آفریقا گوش ندن، به من چه ربطی داره که مثلا حقوق بشر در تانزانیا اجرا نمیشه؟ من دلم میخوام مثلا شو تلویزیون نگاه کنم غیر و قمیش ببینم، حق این آدم نیست بشینه یه تلویزیون ببینه؟ خب چرا، هر نفر آزاده که هر جور میخواد زندگی کنه و هر کانالی رو که میخواد نگاه بکنه، همونجوری که الان میبینید که بعضیا فقط کانالای نگاه میکنن که فقط سریال های خارجی ترجمه شده به فارسی هست و اصلا کاری ندارن به کانال هایی که مثلا مربوط به مسائل اجتماعی هست و اینا. برای همون هر کسی آزاده، ولی کسی که بخواد به قول معروف وقتی تعداد تلویزیون ها زیاد میشه یه جورایی این قضیه حالت چجوری بگم فیلتر پیدا میکنه یا طوری میشه که بیننده ها هر گروهی از مردم میرن طرف همون چیزی که دوست دارن و این خیلی هم فره به نظر من و خیلی خوبه و خیلی خوبه که تلویزیون هایی هستش که دست دولت ها نیستن، چون تلویزیون های شخصی واقعا توی هر جامعه لازمه و خوشحالم تو استرالیا هم کانال های انگلیسی که هستن ولی چند تاشون خصوصی هستن. سوال مهمی که هست، چرا کار سیاسی نباید کرد به نظر شما؟ اصلا باید کار سیاسی کرد یا باید کار فرهنگی کرد یا باید اصلا رسانه باید یه بوق و تبلیغی یا یه دونه برای یه نوع ایدئولوژی باشه یا نباید باشه؟ راستش من در مورد کار سیاسی، مثلا اون تلویزیونایی که توی آمریکا کار سیاسی میکنن، من واقعا باهاشون مخالف نیستم، اتفاقا خیلی هم اینا رو بعضی وقتا تحسین میکنم که دارن حداقل در زمینه حقوق بشری قدمی رو برمی‌دارن، ولی من خودم کار سیاسی نمی کنم، چون که ببینید بستگی داره سیاست رو چجوری تعریف کنید. اگه منظورتون از سیاست وضعیت حقوق بشر در ایران هست، خب من شاید در موردش صحبت بکنم، ولی اگه منظورتون سیاست حزبی هست که مثلا آدم عضو این گروه باشه یا چپ یا راست، همین منظور من همین جانبداری از یک گروه خاصی باشه. نه نه اونو من هیچ وقت دنبالش نبودم، ولی خب کسایی هم اگه هستن دوست دارن اون کارو بکنن برای من قابل احترام هستن، ولی من خودم هیچ وقت دنبال کار سیاسی نمیرم. حالا منظور من این بود که به نظر شما که یک تلویزیونی که درست میشه برای جامعه، مثلا مثل شما شما احساس مسئولیت کردین، فکر کردین توانایی رو دارین، میتونی یه تلویزیون درست کنی که یه سری اخبار و اطلاعات رو به مردم برسونی، به قول شما ذهن بعضی رو یه کمی بیدار کنی. حالا نه کاملا یه نفر بیان عوض کنی یا بهش بگین چطوری فکر کنه، یه مقدار اطلاعات در اختیارش بذاری که راه فکر کردن رو براش آسان‌تر بکنی، یا حداقل بعضی رو به فکر وا بدارین که آقا غیر از این جامعه‌ای که درش زندگی می‌کنیم جامعه گسترده‌ای هم وجود داره، آدمایی هستن که ممکنه به کمک شما احتیاج داشته باشن. یا به قول شما حقوق بشر در مثلا دنیا وضعیتش اینطوریه. خب میخوام بگم که جانبداری کردن از یک حزب و گروه این حق رو از آدم ها نمیگیره که مثلا این حزب حالا یه تعریفی از حقوق بشر حتما برای خودش داره، یا این دسته و گروه یه جور به قول معروف فلسفه و برداشتی از آزادی دارن. این به نظر شما اگر که من بیام اینجا بشینم بگم که آقا مثلا من عضو این گروه هم و تمامی حرف و حدیثم بر اساس یک شاخه مشخصی باشه به تبلیغ اون حزب گروه بکنه، به نظر شما این واقعا صحیحه؟ یا مثلا مردم رو اجازه دستشون باز نمیذاره که فکر بکنن یا چیز دیگه ای رو انتخاب بکنن؟ راستش من راجع به این قضیه میتونم خیلی صحبت کنم، ولی به نظر من مردم آزادن و حق انتخاب دارن. یعنی به نظر من هر کسی که بسی داره نیت قلبی طرف چی باشه. اتفاقا حالا من شاید سوالم اینجوری مطرح کنم که خب خیلی از ما میان میشه آقا ما خیلی بی‌طرفیم، اونجا اومدیم مثلا تلویزیون شخصیه، ولی در واقع خب تمام، چون به هر حال هر چی ما اینجا برنامه میسازیم تراوشات فکری ماست، درست، به هر حال هر چیزی هم بکنیم یه جور رفلکت از اون چیزی که ما فکر میکنیم و عقیده داریم. به طور مثال وقتی شما راجع به فقر صحبت میکنید، راجع به حقوق بشر، راجع به ایران صحبت میکنید، سو یه جور اعتقاداتی بک‌گراندی داره که اینو شکل میده. میخوام بگم که شما مثلا به یک ایده خاصی یا مثلا به یک سوگندی که مثلا بی‌طرفی داریم پیش خودتون، یا مثلا نه آقا من اینطوری فکر میکنم بیرون میذارم مردم انتخاب کنن که من نه 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 ببین در مورد بی‌طرفی من
راستش عضو هیچ گروه خاصی نیستم، چون که رسانه های رو یا سازمان هایی رو که من تبلیغ کردم در تلویزیون ABWN سازمان های متفاوتی بودن، این نچسبیدن به سازمان خاص. برای همون اول شروع کردیم با سازمان World Vision. بله. و این سازمان رو خیلی تبلیغش رو کردم که مردم کمک کنن، که یه سازمانی هستش که میتونین روی گوگل سرچ کنین و ببینین. آره، روی گوگل میتونین برین و بله. World Vision رو پیدا کنین و این سازمانی هستش که خیلی کمک میکنه به کودکان محروم، نه تنها در آفریقا بلکه در هر جای دنیا که اگر کسی احتیاج به کمک داشته باشه. بعد از مدت ها مثلا در مورد سازمان World Food Program فهمیدم که اینجور سازمانی هم هست که مال سازمان ملل، مال United Nations و World Food Program هم خب این سازمانی هستش که همون کار جهانی غذا میشه. بله، دقیقاً کار شبیه همون کارو میکنه. برای همون من خودم با اینکه مستقیما عضو این سازمان ها نیستم، ولی همیشه مردم رو تشویق میکنم که به این سازمان ها حمایت کنن. ولی باز هم طوری هستش که همه برنامه‌های من راجع به اون قضیه نیست. یعنی اگر تو هر برنامه فقط این قضیه رو بگم که آقا مثلا به این سازمان کمک کنین یا به فقرا کمک کنین، دیگه کم کم بیننده بعضی مدتی نگاه نمیکنه. برای همون برنامه‌های من 90% در مورد موضوعات دیگر هست، ولی فقط 10% برنامه‌هام راجع به مسئله فقر هست. آقا مبین، میدونیم ما چرا اسم برنامه رو گذاشتیم چای خان پهلو؟ چرا؟ آره، چون که برنامه گفتگوی برنامه تقریبا رسمیه که حدوداً یه چارچوب خاصی داره. بله. ولی وقتی وارد برنامه چای خان پهلو میشن، دو نفر دوست که میشینن با هم یه گپ خیلی خودمونی دارن. حالا ما بینندگان هم از خودمونم وارد این جمع کردیم، یه چای خان پهلو می‌خوریم. سوالای سخت چای خان پهلو می‌کنی. بله. شما حاضرین؟ من حاضرم. چای داغ و ما هم سوالمون هم داغ شد. سوال خیلی مهم دارم. خواهش می‌کنم. شما وقتی که برنامه درست می‌کنید چرا باید بشینن شما برنامه شما رو نگاه کنن؟ شما چی دارین که به نظر شما بیننده‌ها رو جذب می‌کنه که بشینن برنامه شما رو نگاه کنن؟ به صرف اینکه دارین مثلا حرفای خوب می‌زنید برای اینکه آقا بیان کمک کنیم به جامعه جهانی. بله بله. فرق در دنیا هست، باید مردم بیان برنامه شما رو نگاه کنن. بله. چه خاصیتی داره؟ چه جاذبیتی از لحاظ میدیا داره؟ بله. که برنامه شما رو تماشا کنن؟ بله. راستش فقط نزنه یا دعوا نکنید، چرا شده سولت کنید. همونطور خدمتتون عرض کردم 90 درصد برنامه من راجع به موضوعات دیگر هست و 10 درصدش در مورد فقر هست، ولی در مورد موضوعاتی من صحبت میکنم که شاید جامعه در موردش ندونن، چون همیشه این یکی از کسانی که من اون رو استاد میدونم در زمینه تلویزیونی، آقای ضیا که یه خواننده هم هستم و برنامه‌هاشون من همیشه فالو می‌کردم، همیشه میگفتن که یک تلویزیون نباید چیزی رو به جامعه بگه که جامعه خودش میدونه. یک تلویزیون باید معلم یک جامعه باشه. و برای همون من همیشه سعی کردم در مورد موضوعات صحبت کنم که شاید خیلی از مردم دربارش ندونن. مثلا در مورد مراحل تکامل بشر یا در مورد خیلی از چیزایی که تو کتابا خوندم که شاید به نظرم در دسترس افکار عمومی شاید نباشه و اینا. برای همون البته بعضی‌هاشم در مورد اینترتینمنت بوده. مثلا یه برنامه با فریدا اجرا کردم راجع به تعارف ایرانی که چرا ما ایرانی‌ها اینقدر تعارف می‌کنیم با هم. برای همون در مورد موضوعات مختلف صحبت می‌کنم و اینا، و دوست دارم که هم مردم سرگرم بشن، به قول معروف میگن لاف اند لرن، یعنی هم بخند هم بفهم. دقیقاً. و چیزی باشه که مردم هم لذت ببرن، هم یه چیزی از توش یاد بگیرن. این رسالت کی روی نشونه شما گذاشتی که به مردم یه چیزی یاد بدین؟ خودم تصمیم گرفتم کارو بکنم. خیلی واقعا نشون میده که شما مسئولیت پذیری. سعی میکنم باشم. سورس شما برای این که یا منابعی که انتخاب میکنید که این برنامه رو درست کنید چجوریه؟ منابعی که انتخاب میکنید؟ آره، مثلا الان مثلا شما گفتیم مثلا راجع به تعارف میخواید صحبت کنید. بله بله. چه منابعی رو انتخاب میکنید؟ راستش منبع خاصی نه، مثلا برنامه‌ای که ما راجع به تعارف داشتیم، من و فریدا در مورد تجربه‌های شخصی خودمون از مسئله تعارف صحبت کردیم و این مسئله رو خیلی راحت ریشه‌یابی کردیم. یا مثلا در مورد مراحل تکامل بشر، این رو از یک سخنرانی که گوش کرده بودم، در سخنرانی یه آقای به اسم گروسمن، یا آقای آلمانی بودن که من در سالن بودم که ایشون صحبت کردن، خیلی چیزا یاد گرفتم صحبتاشون. یعنی از سورس‌های مختلف، از حالا یا چیزایی که جاهای خوندم یا چیزایی که در سخنرانی افراد گوش کردم و اینا. چقدر انتقاد پذیر اون وقت؟ من خیلی انتقاد پذیرم و سعی می‌کنم که اون چیزی رو که مردم میگن اگر معقول باشه گوش کنم. خب فیدبک میگیرین؟ چه بعد حالا چه فیدبک؟ آره آره، خدا رو شکر. مخصوصا مثلا یه برنامه‌ای که چند وقت پیش درست کردم در مورد سرگذشت خانم فروزان، یه عده زیادی کامنت دادن، فیدبک دادن و اینا، و
آره خدا رو شکر، یعنی هم لایک زیاد میگیریم هم کامنت هست. البته نه روی همه برنامه ها ولی روی بعضی. چقدر بیننده ها رو به خودتون انگیج میکنید توی برنامه، اجازه میدین شرکت کنن؟ یعنی مثلا راجع به موضوعاش میبینید؟ راستش من دوست داشتم که اگه برنامه لایفی داشتم بیننده ها میومدن روی خط صحبت میکردن، ولی چون تا حالا برنامه زنده نداشتم هیچ وقت این فرصت نشده که بیننده ها بیان صحبت بکنن. جرأتشو داری؟ آره راستش تو آره چرا که نه. خیلی هم عالی. به نظر شما بهترین برنامه‌ای که اجرا کردین چی بوده؟ راستشون حدوداً کلیپ های زیادی ساختن، هیچ تو ذهن نیست که بگم که کدومش از همه بهتر بوده. شاید بگیم پرطرفدارترین، همین برنامه‌ای که راجع به پرطرفدارترین. یکی این مثلا خیلی پرطرفدار بود، یکی هم دیگه مثلا یک برنامه‌ای کردیم مصاحبه با آقای امید تهرانی که یک خواننده ایرانی هستن در پرت، که کلیپشون نه یعنی MP3شون در واقع روی سایت رادیو جوان هست. این برنامه خیلی طرفدار داشت و آره بعضی از برنامه‌های ما بوده که خیلی طرفدار داشت و لایک های زیادی خورده. بعضی هم شده یه برنامه ای رو درست کنیم بگین آخ کاشکی نرفته بودم سراغ این مسئله. 100%. آره اتفاقا همین امروز داشتیم با میلاد نگاه می‌کردیم چند تا از برنامه‌ها رو، دیدیم چند تاش خوب بود ولی چند تاش هم واقعا کاش هیچ وقت درست نمی‌کردم، ولی به هر حال الانم که درست کردم پشیمون نیستم. یعنی به هر حال هر چیزی یه چیز تجربه هست، آدم از اشتباهات خودش یاد میگیره. یه سوال دیگه آخرش از این مدل سوال خواهش میکنم اینه که شده به وارد یه موضوعی بشین که خودتون یاد بگیرین، یعنی نه فقط چون دنبال این موضوع رفتین که اطلاع رسانی کنین، به خود شما آموزش داده، یعنی نوع دید شما رو بعد از اون برنامه عوض کرده به یه موضوعی. 100%. ولی مثلا یک برنامه درست کردم مستند در مورد تاریخ تلویزیون ایران از زمان پهلوی تا الان که در لس آنجلس هست و اینا. آره 100%. یعنی اون چیزایی که از منابعی که گرفتم و اینا خیلی تاثیر داشته روی نگاه من و اینا. خسته میشین؟ خسته نه زیاد، چون که اولا من مداوم این کارو انجام نمیدم. درسته. بیشتر منظورم از خستگی جسمی اینا نیست، مثلا خسته نمیشه بگین این خیلی برنامه ضبط کردن، فکر کنم مثلا الان موقعش نشه یه خود استراحت بدم. همین آره من هر چند وقت اتفاقا استراحت میکنم، چون که توی یکی از برنامه‌های خودم گفتم که من وقتی میرم دانشگاه چون که سعی میکنم بیشتر روی درسم فوکوس کنم، این برنامه‌ها رو تولید نمیکنم، یعنی بیشتر موقع تعطیلات دانشگاه هست که من این کار رو انجام میدم. و آره برای همین اگه برگردیم 2010 بازم دوباره چه کار میدیا میکنید؟ دوباره این تلویزیون رو میندازید؟ شاید آره، ولی شاید از همون اول با یک فرم بهتر را میداختم. یعنی شاید برحال میگم آدم از تجربه یاد میگیره، یعنی آدم اگه بازم برگرده شاید دقیقا همین کارو بکنه که این دفعه کرد، ولی اگر بر میگشتم با این فهمی که الان دارم و تجربه که الان دارم 100% این کارو متفاوت انجام میدادم و بهتر. خیلی خوب، قبل از اینکه بریم یه بریک بگیریم اینو بگم که خب هر مجری یا هر کسی که برنامه رو درست میکنه یه سری عادت‌ها داره که چجوری برنامه‌اش رو شروع کنه و تموم کنه. یه تیکه کردن شما چجوری همیشه برنامه‌تون رو شروع می‌کنید؟ با سلام من اول میگم که درود می‌فرستم به شما بینندگان خوب و گل و دوست داشتنی تلویزیون اینترنتی ABWN دنیای بهتر. همیشه میگم خوب و گل و دوست داشتنی. خوب و دوست داشتنی. چون من همیشه عرض سلام و ادب دارم، این خدای شریفی چرا هم تغییرش نمیده؟ این یه روتینه که همه دارن یا سعی می‌کنید؟ اتفاقیه آره توی همه برنامه ها همش یه جور نیست، ولی خب آره این چیز خدافظیشون هم آره خدافظیشون هم از آخر همه رو به خدای بزرگ میسپارم. خیلی آره. عالیه، بسیار عالیه. یه بریک کوتاه بگیریم برمیگردیم شما رو میگیریم. مرسی. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، همچنان در خدمت آقا مبین گل هستیم. آقا مبین خیلی بحث گسترده‌ای، اگه بخوایم واردش بشیم فکر کنم چند قسمتی داریم. شما هم مسافرین هم این راه دور رو اومدین اینجا. خیلی ممنون، زحمت کشیدید. شما چرا ما رو دعوت نمی‌کنید؟ منم چرا که نه، اگه باشه و اگه برنامه تو ملبورن داشته باشم حتما دعوتتون میکنم. یعنی ما یعنی نمیتونیم بیایم اینجا تاسمانیا؟ چرا که نه آره، ولی تاسمانیا که راستش برنامه درست نمیکنم، چون موقعی که دانشگاه هستم تاسمانیا هستم، ولی تعطیلات دانشگاه که میرم یا سیدنی یا پرت هستم یا همین ملبورن. اگه ملبورن باشم که در خدمت شما تو تلویزیون دریم لند خواهم بود. ولی عموما مهمونم دارین تو برنامه‌تون یا برنامه اجرا میکنین؟ آره راستش
مهمونای ما داشتیم در برنامه، مصاحبه هایی کردیم با خوانندگان ایرانی در آمریکا، با شوهر سابق خانم گوگوش به عنوان مثال مصاحبه کردیم، با آقای محمود قربانی، آقای مرتضی برجسته که خواننده ایرانی هستند، خانم آیلین ویگن که دختر زنده‌داد ویگن سلطان جاز ایران هستند، و مهمونای زیادی بودن که از آمریکا از طریق تلفنی خانم دکتر آزیتا سایان که روانشناس خیلی برجسته هستند، و آره مهمونایی بودن که از طریق تلفنی باهاشون مصاحبه کردیم، و از داخل استرالیا هم با یه سری از جوانان مصاحبه کردیم، با کسایی مثل امید تهرانی که یه خواننده معروف ایرانی در پرت هست که بله. بر روی رادیو جوان شما کلیپ شما شعر ایشون رو می‌بینید، و یا آقای پدرام وفایی که صدای خوبی دارن گیتار، و کسانی بودن بله به عنوان مهمان در برنامه. بعد سوال من اینه که تلویزیون شما چجوری میشه تماشاش کرد؟ روی یوتیوب نیست، گفتین روی فیسبوک، درسته؟ درسته، تلویزیون من که تلویزیونی هستش که در واقع من میگم که مال من نیست، متعلق هست به همه ایرانیان که داخل استرالیا. شعار ما خواهش میکنم دست میشه شعار من دارم میشه عموماً من گفتم برنامه گفتگو متعلق، یعنی محدود به کس خاصی نیست، یه موضوع خاصی نیست، متعلق به مردم و از جنس مردم. بله بله بله. آره اینم همونجوری هست و اینا، ولی این تلویزیون که من و چند نفر از دوستانم در پرت بیشتر که با هم برنامه ها را اجرا کردیم، به جز خانم فریدا چند نفر دیگه هم بودن که اومدن و برنامه اجرا کردن، این تصمیم گرفتم که روی یوتیوب نباشه و فقط روی فیسبوک باشه، اگرچه که فقط 7-8 برنامه روی یوتیوب هست، ولی بالای 200 خورده برنامه که درست کردیم و اینا کلیپ هایی که درست کردیم بیشترش روی فیسبوک هست، و اگر به صورت زیرنویس هم بعدن آدرس فیسبوکمون رو لطف کنم میلاد جان بنویسن، هست ABWN که مخفف A Better World Network، یعنی شبکه دنیای بهتر. اینو اگه سرچ کنن روی فیسبوک. سوالی که من دارم اینه که شما میگی برنامه های ما روی این شبکه دنیای بهتر، برنامه های مختلفی داره، مثلا برنامه هایی که توی مثلا دریم لند داریم، مثلا یه برنامه مثل همین الان گفتگو هست، یا مثلا برنامه تاپ 10 داریم، برنامه های ترازو، شما برنامه های مختلفی داریم؟ درسته، ما برنامه های مختلفی داریم، هر برنامه ما یه اسم خاص خودشو داشت، یعنی هر آیتمی که ما خدمت بینندگان عزیز ارائه میدادیم با موضوعهای مختلف، آره با موضوعهای مختلف اسم خاص خودشو داشت، اینا مثلا برنامه‌ای که من و فریدا اجرا می‌کردیم اسمش کاوچ بود، چون روی کاوچ نشستیم و برنامه رو اجرا می‌کردیم، یا برنامه‌ای که با جوانان مثل حسام جان یا پدرام جان یا امید جان مصاحبه کردیم اسمش بود یوث پاور، یعنی نیروی جوان. هر برنامه بیشتر اسمش انگلیسی بود، حالا نمی‌دونم چرا انگلیسی انتخاب کردیم، ولی مثلا برنامه‌ای که با ستاره‌های خوانندگان و ستاره‌های لس آنجلس مصاحبه می‌کردیم اسمش بود استارز تاک، یعنی صحبت ستارگان، و آره هر برنامه یه اسمی داشت، ولی یا برنامه روانشناسیمون اسمش بود Third Perspective، ولی من دوست داشتم که این برنامه ها رو تعداد بیان و هر برنامه رو یه شخص خاص اجرا کنه، که مدت همینطوری بود، ولی بعد یه مدتی که برای من سخت بود، منم مسافرت زیاد میرم از این شهر به اون شهر، بعد مثلا خیلی از برنامه ها رو خودم اجرا میکردم، ولی آره کسانی بودن که با من همکاری کردن که از همشون تشکر میکنم. آره. بسیار به صفحه فیسبوکی آقا موبین تشریف ببرید. بله خیلی خوشحال میشم اگه فن صفحه بشن. بله حتما. فقط در آخر حرف خاصی دارین قبل از اینکه بخوایم خدافظی کنیم و چای قنفل و چایمون رو سر بکشیم و برنامه رو تمام کنیم برای بینندگان عزیزم؟ بله، اولا داشت که میخواستم خیلی تشکر کنم از میلاد جان و نوشین جان که تهیه کنندگان برنامه هستن و این کار بزرگ رو برای ما ایرانیان داخل استرالیا انجام دادن که ما واقعا احتیاج داشتیم به یه تلویزیون 24 ساعته. دقیقاً. می‌خواستم از ایشون تشکر کنم و بعدش هم خیلی واقعا ممنون از شما و ممنون از همه بینندگان عزیز که نگاه کردن، و بعدش هم همونطوری که در خیلی از برنامه‌های خودم اینو گفتم، در اینجا هم می‌خواستم فقط از این دوربین استفاده کنم و بینندگان بسیار زیادی که شما در همه جا دارید خدمت همیشون بگم که میتونن از سازمان‌های مثل ورلد ویژن حمایت مالی کنن، یعنی وقتی که ورلد ویژن میگه یه بچه رو اسپانسر کنین، منظورش نیست که اسپانسر کنین که بچه بیاد خونتون زندگی کنه، در واقع منظورش هستش که از نظر مالی اسپانسر کنین که اون پول باعث میشه که آب تمیز و غذای سالم برای اون کودک مهیا بشه، و این سازمان ورلد ویژن رو میتونین از روی گوگل سرچ کنین، خودتون رو حمایت مالی رو ازش انجام بدین. خیلی ممنون. مرسی از شما. زحمت کشیدین که اومدین. مرسی، خیلی ممنون. میدونم که برنامه‌هاتون برنامه‌های خیلی خوبیه. طرفدارای زیادی هم دارین. قدم رنجی کردین اومدین برنامه ما رو هم مزین کردین هم پربار. خیلی خوشحال شدم. منم همینطور.
یه دونه آیتم کوچیک ببینیم. من در خدمتتون هستم. از خدمت آقا مبین مرسی. خدا نگهدار. خیلی خوشحال شدم. مرسی. عزیزان همراه برنامه گفتگو، خیلی ممنون که تا اینجای برنامه با ما بودید. مثل همیشه این افتخار رو داشتیم که یه برنامه دیگه برای شما ضبط کنیم. این هفته موضوعش برنامه راجع به خود میدیا بود، راجع به تلویزیون بود، برای چی ما میشینیم جلوی دوربین و برای شما برنامه ضبط میکنیم. فقط برای اینه که یه برنامه ضبط کرده باشیم یا اینکه بذاریم توی فیسبوکمون چند تا لایک بگیریم، یا واقعیت ما پشت این قضیه یه هدف خاصی رو داریم، یه فکر خاصی، یه فلسفه خاصی. اگر که همیشه اینو گفتم، توی برنامه گفتگو ما سعی میکنیم اطلاع رسانی کنیم. تمامی رسالت برنامه هایی که توی شبکه جهانی دریملند درست میشه و این دوست عزیزمون مبین عزیز که برنامه های خودش رو توی تلویزیون خیلی ضبط میکنه، همیشه یه رسالت خاصی پشتش داره. هدف تبلیغ نیست، پیچیدن نسخه برای کسی نیست، هدف این نیست که بگیم ما بهتر از شما این برای بهتر از شما فکر میکنیم، اینطور رفتار کنید یا اونطور. این یه هدیه‌ایه واقعا که ما یه تریبونی داریم که میتونیم صدامونو به گوش شماها برسونیم. این یه مسئولیتیه، یه افتخاریه برای ما که بتونیم بیایم و یه سری مسائل رو که فکر میکنیم که به درد جامعه ایرانی، مخصوصا جامعه ایرانی که در استرالیا زندگی میکنه، کنار هم بذاریم، بیاریم برای شما این برنامه رو ضبط کنیم. تلاش شبانه روزی همه بچه‌ها توی همه تلویزیونی‌هایی که داره درست میشه اینه که خبر رسانی کنه، اطلاع رسانی کنه. اگه بتونه سنگی از راه یه نفر برداره، ما به هدف خودمون رسیدیم و خدای خودمون رو شکر میگیم. اما متاسفانه میدونیم که توی تاریخچه تمام برنامه‌هایی که تلویزیون‌های شخصی درست کردن، سرمنشأشون هم از برنامه‌های لس‌آنجلسی و اون بعد توی آمریکا اومده، بیشتر همه یه تصویری دارن از برنامه‌های خصوصی که برنامه‌های کاملاً سیاسی، جانبدارانه، از یک حزب خاصیه و این آدم‌ها فقط نشستن یا کسی رو تخته‌ای می‌کنن یا پشت سر کسی صفحه می‌ذارن یا با هم دیگه دعوا می‌کنن. مبین عزیز قبلاً این اشاره کرد که الان ما به یه تکامل فکری رسیدیم. همه ما، مخصوصا و این از جامعه ایرانی میاد، که به یک شعور و بلوغ خاصی رسیده که دیگه خریدار اونجور برنامه ها نیست و دیگه بهتر از این فکر میکنه. ما معتقدیم که ما بهتر از اینیم که بیایم اینجا بشینیم و برای کسی دیگه ای صفحه بذاریم، پشت سر کسی دیگه حرف بزنیم و خودمونو با بد کردن دیگران خوب کنیم. امروز همه تلویزیونا، همه میدیا، روزنامه، رادیو، هر کسی که چیزی می‌نویسه، حتی وبلاگ می‌نویسه، قطعه کوچیکی تو فیسبوک شخصیش می‌نویسه، می‌دونم که همه ما قصد اینو داریم که جامعه ایرانی هم بالغ‌تر بشه، هم کامل‌تر بشه. متأسفانه شاید این تجربه یا این شانس رو نداشتیم که ما دموکراسی رو تمرین کنیم، با هم بودن رو تمرین کنیم، تضارب عقاید رو بیشتر بفهمیم. این اصلا مسئله سیاسی نیست، مسئله حزبی نیست، یک کاملا یک مسئله اجتماعیه. چقدر شنیدیم که میگن در تهران یا در شهرهای بزرگ ما فرهنگ آپارتمان نشینی نداریم، تو ایران قوانین راهنمایی رانندگی رو رعایت نمی‌کنیم، هنوز یاد نگرفتیم، این حرفا زده میشه. ولی ما امروز این شانس داریم که راجع به همه چیزا، با هم زندگی کردن، کنار هم بودن، رقابت سالم داشتن، هیچ ایرادی نداره رقابت داشته باشیم. اتفاقا رقابت آدما رو کامل‌تر می‌کنه. سرویسی که به بقیه داده میشه بهتر میشه. خدمات بهتری رو ارائه می‌کنه. هیچ ایرادی نداره رقابت باشه، ولی رقابت به معنای دشمنی نیست. و این رو نمی‌خوام بگم که تلویزیون‌ها و میدیا و روزنامه‌ها اینو فهمیدن. این بلوغ این جامعه بوده که این رو دمند کرده و گفته که آقا ما دیگه از این برنامه‌هایی که مثل زباله دونی می‌مونه دیگه نمی‌خوایم. این دعواهای زرگری، این سر و صداهای پشت دوربین به درد ما نمیخوره. ما امروز به دنبال حقیقت میگردیم، به دنبال آرامش میگردیم، به دنبال آسایش میگردیم، برای بچه هامون جامعه بهتری رو میخوان. اگر کسی، هر کسی بیاد جلوی دوربین و برنامه خوبی رو اجرا بکنه، اطلاعات خوبی رو به دست مردم بده، اصلا جانبداری نکنه و نیاد بگه آقا من بهتر از تو هم یا بهتر از اونم، و این
حقایقی رو که ممکنه به درد کسی بخوره روی میز بذاره، مطمئن باشین که اون جامعه اونو میپذیره. و اگر که جانبدارانه باشه و بیاد و یک فرهنگ خاصی، یک نوع طرز تفکر خاصی رو تبلیغ بکنه، شاید فقط اون کسایی که اون طرز تفکر دارن بیان و از اون حمایت بکنن. میدونید که اکثر جامعه ما امروز دیگه از صد دستگی ها خسته شدن، از دعوا مرافعه ها خسته شدن. مدل میخواد که واقعا به یک اتحاد برسیم، به یک همزیستی خوب برسیم، در عین اینکه ما متفاوتیم ولی همه از یک جنسیم و میخوام که روزگار بهتری رو برای خودمون و خانواده و بچه‌هامون داشته باشیم. به امید روزهای بهتر برنامه رو تموم میکنم و یک خبر خوب دارم. اونم اینه که شماها همه که لطف دارید، ولی یک دوست عزیزی از بریزبین که یک هنرمند خیلی خوبی هم هست به نام آقای فرهاد هاشمی، نظر خیلی لطفی به بنده و برنامه گفتگو داشتن و ایشون یک هدیه معنوی برای این برنامه داشتن که میدونم که خیلی خیلی این برنامه رو هم بهتر میکنه و هم پرمحتواتر. ایشون شعر رو دکلمه کردن و دکلمه هایی رو در اختیار برنامه میذارن که ما واقعا دوست داشتیم. تصمیم گرفتیم از این به بعد برنامه گفتگو هر دفعه که تموم میشه با صدای گرم ایشون تموم بشه و امیدوارم که شما مثل ما لذت ببرین. خیلی ممنون آقا فرهاد، خیلی زحمت کشیدین و دست همه شما درد نکنه. حمید قاسمی هستم و این برنامه‌ای رو که الان بعد از خدافظی هر هفته میشنوید به نام بانگ جرس هست. امیدوارم از بانگ جرس لذت ببرین، خوش و خرم باشین و در پناه خدا. خداحافظ. اینجا سرزمین واژه‌های وارونه است، جایی که گنج جنگ می شود، درمان نامرد، قهقه حق حق، اما دزد همان دزد است، درد همان درد است و گرگ همان گرگ است. بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشونو پس میدن. عبادت از سر وحشت واسه عاشق عبادت نیست، پرستش راه تسکینه، پرستیدن تجارت نیست. سر آزادگی مردن تقه دلدادگی میشه، یه وقتایی تمام دین همین آزادگی میشه. اینجا سرزمین واژه‌های وارونه است. کنار سفره خالی دنیا آرزو چیدن، بفهمم آدمی کار بهت گندم نشون میدن. بذار بازی کنن بازم برامون با همین نقش. خدا هرگز کسایی رو که حق خوردن نمی بخشه، کسایی که به هر راهی میگیرم. گمونم یادشون رفته همه یک روز میمیرم. جهان بدجور کوچیکه، همه درگیر این دردی، همه یک روز میفهمم چجوری زندگی کردی. آری، سرزمین واژه‌های وارونه سرزمینی است که من نم زده است، یار رأی عوض کرده است، راه گویی هار شده، روز به زور می‌گذرد.
گذرد. آشنا را جز در انشا نمی بینی و چه سرد است این درس زندگی. اینجاست که مرگ برایم گرم می شود.